به من گفتن فقط 3 دقیقه میتونی حرف بزنی. تا اومدم بگم 3 دقیقه خیلی کمه، دیدم مطلبیم که میخوام با شما در میون بذارم 3 کلمه بیشتر نیست. زن، زندگی، آزادی. اما همین 3 کلمه جنبشی به راه انداخته و آتشی برافروخته که همین گردهمایی امشب هم جرقه یا جرقه هایی از همون آتشه. خارجی جماعت به حیرت افتاده که در خاورمیانه مرد سالار و ایران ملا سالار چطور شده زنها و به خصوص دختران جوان مشعلدار چون این جنبشی شدند. اما ما خودمون نباید تعجب کنیم اگر با رگ و ریشه تاریخی و فرهنگی سرزمینمون آشنا باشیم. ما به خورشید میگیم خورشید خانوم، میگیم خورشید خانوم آفتاب کن. در فرهنگ ما خورشید عالمتاب و زندگی بخش زنه. تازه همین 3 کلمه زن، زندگی، آزادی رو اگه دقت بکنید میبینید که در هم فشرده شده. در واقع زن و زندگی خودشون مکمل همن، چون نصف مردم دنیا زن هستن و اون نصف دیگر هم زنها به دنیا میارن. در خاورمیانه باستانی که ایران ما در مرکزیتش قرار داشته، مذهب و آیین‌های مذهبی با زن خدایی شروع میشه، با آناهیتا، با میترائیزم. زن ستایی و گرامی داشت مادر خمیره فرهنگی ماست، هم در افسانه های ما و هم در تاریخ ما. از هر کدوم براتون یه نمونه میارم. در شاهنامه فردوسی که میدونم 90% نخوندین، اما حتما قصه رستم و سهراب رو شنیدین. سهراب فرزند رستم از یک مادر ترک سمنگانی به نام تهمینه به دنیا میاد و تا وقتی که جوان برومندی میشه، قهرمان کشور خودش توران میشه، هرگز پدرش رستم رو نمیبینه. برای انتقام از بیمهری پدر نسبت به مادرش تهمینه هم شده، به عنوان فرمانده سپاه دشمن به ایران حمله میکنه، با این هدف که وقتی با پدرش روبرو شد در جنگ او رو شکست بده، در کشتی به زمینش بزنه و روی سینه‌اش بشینه، میگه من پسرتم، من فرزند همون تهمینه‌ام که رهاش کردی و دیگه به سراغش نیومدی، حالا پاشو همدیگه رو بغل کنیم و روی همدیگه رو ببوسیم. اما سرنوشت متاسفانه رقم دیگری میزنه برای این قصه تراژدی. اما مهم اینه که وقتی سهراب با لشکر توران میخواد وارد مرز ایران بشه، باید از دژ سپید عبور بکنه، از قلعه سپید که در واقع پاسگاه مرزی به حساب میاد. فرماندهان اون دژ قهرمانانی هستن که مرزبانان ایران هستن. یکیشون گردآفریده، دختر شجاع و رزمنده‌ای که از قلعه میاد بیرون، شروع میکنه جنگیدن با سهراب و در این نبرد به هیچ وجه از سهراب کم نمیاره. اما در این کشمکش کلاه خودش میفته و هویت زنانش آشکار میشه، از جنگ دست میکشه، برمیگرده به دژ. سهراب با حیرت میگه این جنگنده ای که با من میجنگید چه دختر جوان هنرمندی بود، چقدر شجاع بود، چقدر هم زیبا بود، نزدیک بود خود منو بکشه. اگر دختران و زنان ایرانی این چنین دلاور و شجاع و با شهامتند، حالا ببین مرداشون چی هست. اما وقتی که وارد ایران میشه، جنگ ادامه پیدا میکنه، میبینه آقا این و مردا مالی هم نیستن. حتی رستمشون چند دفعه شکست میخوره، از سهراب و پشتش به خاک میاد. این از افسانه ها. حالا بریم سراغ تاریخ. در پایان دوران سلسله ساسانیان، پیش از یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، زمانی که در مناطق عرب نشین عمر، عثمان، علی، معاویه و دیگران توطئه میکردن برای حمله به ایران و چپاول کاخ کسرا که خرابه هاش نزدیک بغداد کنونی هست، که اون زمان بغداد یک دهکوره بیشتر نبود. در اون زمان ما 2 پادشاه زن داشتیم.
توران دخت و آذر دخت. دو پادشاه زن داشتیم بک تو بک. در چه زمانی؟ در زمانی که اروپا، کشورهای اروپایی غرب در تاریکی و زیر سلطه کلیسا بود و جاهای دیگه هم اگر حکمرانی‌های محلی وجود داشت اونها هم زیر سلطه دزدان دریایی بودن یا ماجراجویان دریایی. اگر حرف من قبول ندارید گوگل کنید، گوگل کنید ببینید در اون دوران که ما دو پادشاه زن داشتیم در ایران آیا در تمام این کره خاکی جایی بوده که فرمانروا و پادشاه زن داشته باشه؟ حتی قرنها پیش از اون هم سابقه نداشته. به هر حال در حوالی ما هم در مناطق عرب نشین زمانی که ما دو تا پادشاه زن داشتیم بک تو بک هنوز امکان زنده به گور کردن نوزادان دختر می رفت. ببینید ما از کجا رسیدیم به کجا. از دو پادشاه زن رسیدیم به شرایط امروز که دختران بچه های معصوم ما رو در مدارس مسموم می کنند. حالا از 3 دقیقه من تجاوز کردم، ولی میخوام قبل از اینکه از اینجا برم پایین هم از شما تشکر بکنم، سپاسگزاری کنم که حمایت کردین از این برنامه، و همین که میخوام ازتون خواهش کنم چند تا شعار جانانه با من همکاری بکنید. رژیم ولایت فقیه همچنانی که خبر دارید و اگر یادتون باشه با شعارهای اعدام باید گردد، اعدام باید گردد روی کار آمد و با همین شعار تا به حال ادامه داد. نه تنها با این شعار بلکه با همین روش بست و کشت و زندانی کرد و اعدام کرد تا ما رسیدیم به حالا. ولی افشب ما ورق رو عوض میکنیم، به جای اعدام باید گردد میگیم آزاد باید گردد. وقتی میگیم آزاد باید گردد فورا یاد کیا میافتیم؟ زندانیان سیاسی. درسته که ما زندانی سیاسی بیش از همه جهان داریم نسبت به جمعیتمون، ولی ایران بزرگ ما هم در واقع خودش یک زندان بزرگی است برای ملت ایران. وقتی من اسمی رو میبرم و شما میگید آزاد باید گردد، با این نیت بگید که تمام ملت ایران آزاد باید گردد. از توماج صالحی شروع بکنم. جوان سلحشوری که به نظر من ستارخان این دوره است. و متاسفانه شایعاتی هست که در زندان زیر شکنجه است، سلامتیش در خطره، چشماش آسیب دیده، و خواهش میکنم وقتی اسمشو میارم جوری بگید آزاد باید گردد که زندانی ها بشنون پشتشون بلرزه. توماج صالحی زندانی سیاسی. ایران از این حکومت، ایرانی از این نکبت،